برای بحث بیشتر جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل را از سیاتل با خود داریم. آقای روشندل، آیا ایالات متحده میتونه مانی برنامه ریزی اسرائیل به ویژه نتانیاهو شود در مسئله حمله به جمهوری اسلامی؟ با درود بر شما و بینندگان عزیز، من فکر نمی کنم که ایالات متحده بخواد علل اصول مانع این حمله بشه، بلکه سعی میکنه اون مانع رو، اون حمله رو به نوعی قانونمند بکنه. مثلا در مورد حمله به منابع نفتی یا منابع اتمی میخواد که اسرائیل رو به سا کنترل بکنه و مانع از این حرکت بشه. بیشتر به دلایل متعددی بایستی نگاه بکنیم، از جمله مسئله این هستش که به محض اینکه حتی صحبت حمله به منابع نفتی ایران شد، بازارهای نفتی در دنیا به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و قیمتها تا حدود قابل ملاحظه بالا رفت. حالا این اگر عملی بخواد بشه، اون وقت یک ضربه اقتصادی مهمی به بازارهای اقتصادی دنیا میخوره، که در این حال هم صرفا حمله به یک چند منبع نفتی در ایران تأثیر استراتژیکی برای اسرائیل نداره. یعنی استدلال فقط مسئله اقتصادی نیست، بلکه استدلال در مورد کاربرد این حمله هم هست. حمله به منابع اتمی میتونه تسریع بکنه اتمی کردن ایران رو، اتمی شدن ایران رو، کما اینکه این روزا هم صحبت از تغییر داکترین اتمی ایران از زبان هر کسی شما میشنوید این رو از مقامات ایرانی. بنابراین ایالات متحده به خصوص در آستانه فاصله بسیار کوتاهی که به انتخابات دور آینده ریاست جمهوری مونده، نمیخواد یک چنین اتفاقاتی بیفته که تاثیر مستقیم بگذاره بر روی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. آقای روشندل، چقدر کشورهای عربی میتونن در این مسئله نقش بازی کنن؟ کشورهای عربی ببینید، هم خودشون در سر مسئله نفتی به اصطلاح صاحب منافعی هستن و متاسفانه این قضیه به نوعی به عنوان یک اسلحه دو سر داره مورد استفاده قرار میگیره. مثلا مقامات دیپلماتیک ایران به مقامات کشور عربی در منطقه گفتن که اگر جلوی حملات اسرائیل گرفته نشه، اون وقت ما با منابع اتمی شما ممکنه حمله بکنیم، یا به این مفهوم پیامشون تعبیر شده که مثلا مسئله آرامکو ممکنه دوباره تکرار بشه در عربستان سعودی یا در امارات یا در جاهای دیگری که منابع نفتی قابل ملاحظه‌ای وجود داره. به این ترتیب کشورهای عربی نفتی منطقه هم به نوعی به نفعشون هست که این مجادله بین اسرائیل و ایران وارد حیطه مخازن نفتی و تأسیسات نفتی نشه، که مبادا به سرمایه گذاری اونها و به تأسیسات نفتی اونها در منطقه لطمه بخوره و به تبع اون به مسائل اقتصادی هم تأثیرات منفی داشته باشه. آقای روشندل، آیا اسرائیل مسئله عادی‌سازی خود را با این کشورها به مخاطره میندازه؟ به طور یقین از یک سال اخیر عادی‌سازی رابطه اسرائیل با کشورهای عربی که هنوز جز پیمان ابراهیم نشدن، از جمله عربستان سعودی که نزدیکترین کشور به حساب می اومد، به خطر افتاده و به تعویق افتاده و من فکر نمی کنم در شرایط فعلی عربستان سعودی حاضر باشه در اون مورد اصلا وارد مذاکره ای بشه، به خصوص که از قدیم عربستان سعودی همیشه خواهان به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین به عنوان یک کشور مستقل بود در برابر اینکه روابط حسنه با اسرائیل برقرار بکنه. در حالی که جنگ غزه به دنبال اون، حالا توسعه این جنگ به لبنان که لبنان رو در آستانه تبدیل شدن به یک غزه جدید کرده، خود به خود این هدف رو به تأخیر میاندازه. ضمن اینکه در داخل کابینه آقای نتانیاهو افراد تندروی وجود دارن مثل آقای اسموتریچ که صحبت از یک ایجاد یک دولت یهودی بدون فلسطینی‌ها و حتی با چشم داشت به سرزمین‌های
عربستان، سوریه، مصر، اردن و غیره دارن. اگر قرار باشه این نگرش که البته اقلیتی هست در داخل اسرائیل بخواد توسعه پیدا بکنه، به طور یقین اون رابطه و اون پیمان ابراهیم رو به شدت با مخاطره روبرو خواهد کرد. جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل، ممنونم از حضورتان در این گفتگو.